فصل پنجم. من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلالی که قرار است به زودی ظاهر شود شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید از روی اجبار نباشد، بلکه چنان که خدا می خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به منظور منفعت شخصی بلکه با حسن نیت و علاقه. سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شدن خداوندی نمایید، بلکه برای آن گله نمونه باشید. و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود، تاج پرجلالی را خواهید ربود که هرگز پژمرده نمی شود. به همین طریق شما که جوانتر هستید، باید مطیع رهبران کلیسا باشید. و همه شما حوله فروتنی را به کمر بسته، یکدیگر را خدمت کنید، زیرا خدا مخالف متکبران است، اما به فروتنان فیض می بخشد. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرافراز نماید. بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو می‌گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. با قدرت ایمان در مقابل او بیستید، زیرا می‌دانید که برادران شما در تمام دنیا به همین زحمات دوچار شدند. اما پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین. این نامه مختصر را با کمک سیلوانوس که او را یک برادر وفادار می دانم نوشتم تا شما را تشویق کنم و به آن فیض راستین خدا که در آن استوار هستید شهادت بدهم. کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیده خداست به شما سلام می رساند و همچنین پسر من مرقس سلام می رساند. یک دیگر را با بوسه محبت‌آمیز سلام گویید. صلح و آرامش با همه شما که با مسیح متحد هستید باد.